با توافق میان طرفین مخاصمه در اوکراین و افق اعمال تحریم‌های گسترده‌تر غرب علیه روسیه، تحولات منطقه سیر دیگری به خود می‌گیرد. فریبا مبدت با سفیر روسیه در اتحادیه اروپا گفتگو کرده است. جناب سفیر، موضع دولت شما در قبال آتش‌بسی که هم‌اکنون اعلام شد چیست و روسیه چگونه می‌تواند به ادامه آن کمک کند؟ تنها می توانم امیدوار باشم که آتش بس ادامه یابد. گرفتاری با آتش بس های پیشین این بود که آنهایی که آن را اعلام کردند به آن وفادار نماندند، یا آن را نمی خواستند یا قادر به حفظ آن نبودند. این مشکل به جای خود باقی است، زیرا برخی از واحدهایی که در جبهه دولت اوکراین می جنگند به آن پاسخگو نبوده، بلکه واحدهای امنیتی خصوصی اند که از طرف قدرتمندان اوکراینی خریده شده و رهبری می شوند. روسیه همواره امیدوار و خواهان آن بوده که ناتو فاصله خود را با منطقه و مرزهای این کشور حفظ کند، اما شرایط کنونی حضور ناتو در منطقه را ضروری کرده است. من آن را به گونه دیگر مطرح می کنم. اوضاع اوکراین احتمال را برای ناتو فراهم کرده است. این وضع به این سازمان جان تازه دمیده که لیاقتش را ندارد. آنچه در کریمه رخ داد و ناآرامی‌های جاری در اوکراین به اوضاع کمکی نمی‌کند. نمی‌توانید انتظار داشته باشید اروپا بگوید بسیار خوب، کریمه را بردارید، شرق اوکراین را هم بردارید و ما تنها تماشا خواهیم کرد. کریمه یک مورد خاص بود، یک مورد تاریخی که اصلاح شد. ما در مورد هیچ موقعیت دیگری در اروپا یا هر جای دیگری مثل کریمه عمل نخواهیم کرد. We are not addressing any other situation in Europe or elsewhere, which would be identical to the one in Crimea.